اداره ملی اطلاعات اینترنت اداره‌ای در چین است که به شورای قانونگذاری کشور و همچنین وزارت صنعت و فناوری اطلاعات مرتبط است. این اداره تغییرات پیشنهادی خود برای قوانین اینترنتی را اعلام کرد. نکته مهم کلی در مورد این تغییرات این موارد می باشد: جدیت بیشتر در حذف امکان ناشناس بودن در اینترنت و افزایش نظارت بر شرکت‌های تأمین کننده میکروبلاگ‌هایی که در چین در حال ازدیاد هستند. میکروبلاگ هایی که شبیه سرویس هایی مانند توییتر بوده و شامل میزان قابل توجهی از بحث های اجتماعی و سیاسی هستند. این مدارک که به صورت نسخه بروز شده ای از روش هایی برای اداره سرویس های اطلاعاتی اینترنتی منتشر شد، شرکت هایی را در بر می گیرد که با دایر کردن گروه ها، وبلاگ ها و میکروبلاگ های آنلاین در رده ارائه دهنده سرویس های اینترنتی قرار می گیرند. در نتیجه قوانین و مقررات سیاسی بسیار شدید و سفت و سختری بر آنها اعمال خواهد شد. تمامی تامین کنندگان سرویس های اینترنتی می بایستی مطمئن شوند که کاربران با هویت حقیقیشان ثبت شدند. در حال حاضر کاربران وبلاگ ها و اجتماعات مجازی در چین نیازی به ثبت نام با اسم حقیقی خود ندارند، که همین مسئله باعث ایجاد جرقه ای از حس آزادی برای شرکت در چندی از بحث های سیاسی شده است. این تغییرات بازتابی است از آنچه در ماه دسامبر گذشته رخ داد که طی آن مقامات دولتی حزب متصدیان میکروبلاگ‌ها را مجبور ساختند تا اطمینان حاصل کنند که کاربران هویت واقعی خود را ثبت می‌کنند. سینا که یکی از شرکت‌های اصلی متصدی میکروبلاگ است، معتقد است که انجام این سختگیری درخواست شده مشکل است. اما ماه گذشته اقداماتی برای معرفی قوانین جدید به انجام رسانده است که توانست مانع از ارسال مطالبی با موضوعات حساس سیاسی از طرف کاربران شود. در اواخر ماه مارس و در جریان بحران سیاسی مقامات ارشد حزب، این شرکت به مدت 3 روز نظردهی روی میکروبلاگ‌ها را ممنوع ساخت. این تجدید نظر در قوانین همچنین نیازمند این است که شرکت‌های اینترنتی گزارش عملکردها را برای 12 ماه نگهداری کنند و به پلیس و ادارات امنیت ملی کمک‌های فنی ارائه دهند، و همگی اینها منجر به این شده است که مخالفان دولت تنها بر اساس فعالیت‌های آنلاین خود بازداشت و آزار و شکنجه شوند. نظردهی عمومی درباره طرح پیشنویس این تغییرات در قوانین تا روز 6 ژوئیه امکان پذیر می‌باشد.